بریم سراغ. یه چیز دیگه من بگم، اگه دوربیناتون هم سعی کنید باز بذارید عالی میشه، چون یه مقدار می‌خوایم تیم‌های حضوری رو شبیه سازی کنیم و اشکان هم شما رو همه رو ببینه باهاتون ارتباط برقرار کنه و اینا. اشکان. بله بچه ها، من اشکانم، اشکان رسولی همه جا، ولی خب حالا اینجا شده حاج رسولی هم. هر شود که میخواستم من فقط بک‌گراند خودم بگم و یه مقداری راجع به کل مدیکال دیوایس اندستری تجهیزات پزشکی صحبت کنم. ما حالا مشخصا اون شاخهش که من توش خیلی کار کردم یه نرم افزار پزشکی، سافتور از مدیکال دیوایس، براتون یه مقداری توضیح بدم. اگه سوال خاصی داشتین بگین، اجندای خیلی ریجیدی نیست. خیلی از کلمه هایی که استفاده خواهم کرد انگلیسی خواهد بود، برای اینکه مدل فارسیش رو من هیچ وقت یاد نگرفتم، احتمالاً هم خیلی به دردتون نخوره. من خب ایران که ریاضی خوندم در دبیرستان و دیپلم و لیسانس و اینجا مهندس پزشکی خوندم، فوق لیسانس هم مهندس پزشکی خوندم، بایومدیکال انجینیرینگ. همیشه نرم افزار دوست داشتم، اولش رشتم کامپیوتر ساینس بود ولی سویچ کردم به بایومدیکال انجینیرینگ. نتیجهش این شد که عملا کاری که کردم نرم افزار پزشکی بود، یا software in a medical device، software as a medical device. این صنعت تجهیزات پزشکی یا medical device industry رو خیلی دوست دارم. خیلی چیز خاصیه، یه خوبیایی داره یه بدیایی داره، و حالا من خوبیاشو میگم بدیاشو میگم. تعریف medical device هر پروداکتیه که حالا یه تعریف قانونی داره، هر پروداکتی که ادعا میکنه که برای prevention, mitigation, treatment, diagnosis یا cure کردن یک مریضی به کار میره، این میشه medical device. این تعریف FDA لااقل که با تقریب خوبی FDA رو همه کپی کردن دور دنیا، و همین خاطر میتونیم از اون تعریف استفاده کنیم. خب یه خوبی که این سند داره و من خاطر انتخابش کردم اینه که آخرش احساس میکنی که یک هدف مثبتی داره محصولی که داری روش کار میکنی، یا کوالیتی آف لایف یکی رو داره خوب میکنه، بعضی وقتا جون یکی رو داره نجات میده. به هر حال از اون لحاظ یه مقداری فولفیلینگه. و من یه شرکتی کار کردم که مثلا دریچه قلب میساختم. این مثلا کسی که ممکن بود چند ماه دیگه بیشتر زنده نباشه، اینا سالها زندگی میکنه. این کارهای قشنگ که همه این شرکت های مدیکال دیوایس میکنن، داستانای مشتری ها و مریضایی که از محصولشون استفاده میکنن رو میذارن، و این خیلی مثلا انگیزه میده به آدم برای کارشون. به هر حال کار هر کاری که بکنی آخرش حوصله‌ات سر میره، خسته میشی، سخته، ولی به هر حال این شرکت ها این چیزا رو میذارن و خیلی به هر حال موتیویشناله که ببینی اون محصولی که روش کار کردی زندگی یکی رو خوب کرده، جون یکی نجات داده. یه رنج وسیعی از محصولات هست، از اپل وبسایت هست تا مثلا سافت ویر توی دستگاهی که لایف ساپورته، مثلا توی عمل قلب خون رو جریان داره، یا مثلا دستگاهی که استفاده میشه توی اتاق عمل، اتاق بیهوشی. خلاصه از چیزای خیلی ساده هست تا چیزای خیلی پیچیده توی این کاتگوری، ولی همش احساس میکنی که یه نتیجه مثبتی داره توی زندگی یه نفر یا حالا یه گروهی. یه خوبی دیگه ای که داره این صنعت اینه که تقریبا برای همه توش یه جایی هست. من رشته ای شاید شعر و ادبیات فقط براش جایی نباشه توی مدیکال دیوایس اندستری، ولی کلا کسایی که من باش کار کردم از هنر گرفته اندستریال دیزاین، یو آی یو ایکس، سایکولوژی، نورولوژی، فارمسی، کلینیکال، همه جوری توی مدیکال دیوایس اندستری خواهید دید و باهاشون در تماس خواهی بود. من به شخص خودم با متخصصین مختلف تو رشته‌های مختلف پزشکی کار کردم، تا مهندس مکانیک، مهندس متریال، مهندس برق، می‌دونن که الکتریکال انجینیر داریم اینجا. یه خوبی که داره با همه جور آدمی از همه رشته‌ای سر کار داری، خیلی محدود نیستی به مثلا یک سری شاخه‌های خاص. گفتم هر محصولی که توی اون تعریف مدیکال دیوایس بگنجه میشه. مثلا در زمینه روانشناسی الان یه سری اپای زیادی هست، اصلا دارن میگن این اپ خودش مثل داروه. مثلا ما این اپو تجویز میکنیم برای یه کسی، بیهیویرال تراپی بهش میگن، بهش میگن DTX، کاتگوری دیجیتال تراپیوتیکس بهش میگن، که مثلا شما اگر این اپو استفاده کنیم ما به طور کلینیکال نشون بدیم که فلان کاندیشنت برای ADHD درست کردن، برای
Actually یه سری bowel disorder درست کردم. ما نشون میدیم که این استفاده از این اپ مریضی شما رو بهتر میکنه. دیگه جای مختلفی داره. یه خوبیه دیگه هم که داره خیلی استیبله از لحاظ بالا پایین رفتن اندستری، خیلی بزرگ و کوچیک شدن نداره، برای اینکه مارکتش مارکت نسبتاً استیبلیه. حالا تکنولوژیکال ریولوشن اینا اتفاق میفته، ولی آخرش یک جمعیتی هست و این جمعیت یه نیازهای خدمات درمانی و نیازهای پزشکی دارن و آدم ها همیشه مریض میشن و اون به اصطلاح تقاضا جایی نمیره. شاید مثلا یک تأثیر بزرگی روی بازار کار به خاطر مثلا اوتسورسینگ یا اتفاقای منطقه‌ای بیفته، ولی آخرش اون تقاضای بازار برای تجهیزات پزشکی همیشه خواهد بود و همیشه استیبل خواهد بود. اینا خوبیاشه. یه سری بدیایی هم داره که تقریبا دست به دست میشه با اون موارد دیگه. یه مقداری توی لول های بالاتر اگه بخواین وارد بشین سخته، اکسکلوسیوه، با وجود اینکه کلن اندستری اینکلوسیویه، ولی وقتی که میخواین از یه اندستری دیگه واردش بشین یه مقداری ورود پیش سخته. دلیلش هم اینه که معمولا ترجیح میدن یه کسی رو بگیرن که قبلا تجربه مدیکال دیوایس داشته و یه مقداری حالا هرچی دارن رشد میکنن و اون جاهایی که کم میارن، برای مثال حالا مثلا کم بوده مهندس سافتویر بعضی جاها یا کم بوده مهندس ماشین لرنینگ باشه بعضی جاها، یه مقداری دارن فلکسیبل تر میشن، ولی در کل همیشه یه پرفرنس دارن برای کسی که قبلا توی مدیکال دیوایس کار کرده. و دلیلش هم اینه که خیلی کار کردن توی یک شرکت مدیکال دیوایس فضای تجهیزات پزشکی متفاوته از شرکت های دیگه توی صنعت های دیگه. کلن این اندستری خیلی متفاوتیه. نشون که خیلی از این شرکت های بزرگ سعی کردن از یه اندستری بیان توی اندستری و به شدت فیل کردن. مثال های مختلفش هم هست. آمازون با برکشار هاتوی و چیس اینا اومدن یه دونه جوینت ونچر ناخن، سه تا قول تکنولوژی و سرمایه با اینا یه شرکتی را انداختن به نام هیون، بعد سه سال درش رو بستن. گوگل یه گوگل هلت را انداخت، بعد دو سال بست. اپل هلت را انداخت. بسیار مقاله هست راجع به اینکه چقدر اونجا زندگی سخته و افتضاحه و هنوز کار زیادی هم نتونستن بکنن. اگر فضای مدیکال دیوایس رو نشناسی کار کردن توش سخت و به همین خاطر توی پوزیشن‌های با سابقه تر مثل سینیور و پرینسیپال و اینا ترجیح بسیار زیادی دارن برای اینکه کسی باشه که عقب سابقه کار اونجا داشته باشه. ولی خب خوبیشه که وقتی وارد شدی اون به اصطلاح مزیت رو برای کارهای بعدی داری دیگه. توی اون صنعت مدیکال دیوایس میتونی بگی من این کار کردم. بسه به این که تو چه رولی هستین، تقریبا توی تمام رول ها این تغییر صنعت مدیکال دیوایس با بقیه جا رو میبینین. از لحاظ بیزنس کاملا متفاوته با مثلا صنعت فایننس یا مثلا اندستری کانزومر سافتویر، سافتویر از سرویس. حالا مثلا یه مثال میزنم برای آمریکا که من بیشتر باش آشنام. شما اگر میخواین یه محصول رو بیاری به بازار، یه محصول پزشکی، یک نفر رو نباید قانع کنی که بخره. مثلا توی سافر شما یه مشتری رو باید قانع کنی که پول بده محصول منو بخره. توی تجهیزات پزشکی شما دکترها رو باید قانع کنین که این کار میکنه. بیمه رو باید قانع کنی با مثلا آمار و ارقام که این quality of life یکی رو improve میکنه. و اون خودش پروسه بزرگیه که بیمه مثلا بیاد مثلا اینجا از مدیکر که دولتی شروع میشه، بعد یه governmental entity اصلا هست به اسم CMS که این تازه میاد نگاه میکنه به سالا مثلا دیتای تو مارکت و تصمیم میگیره که این چیزیه که من میخوام براش پول بدم. علاوه بر اون اگر تجهیزاتی دارین که تو بیمارستان باید بره، اون کسایی که مدیرای بیمارستان هستن رو باید قانع کنی که بین رقیبات رو انتخاب کنن به دلیل اینکه براشون ارزون تره یا به هر دلیلی، یه جوری باید ثابت کنی که این محصولت بهتره. و خب
مهمتر از همه مریضا، اگه چیزیه که مریض باید استفاده کنه، بعضی وقتا صرفا اون یوزرت پزشکه، ولی بعضی وقتا محصول به اصطلاح یوزرش میشه یک مریض و یه آدم ترینینگ نداشته. مسائل دیزاین و یوزابیلیتی و مثلا اینتویتیو باشه، و اونجاست که پرودکت منیجر ها مثلا خیلی کارشون از این لحاظ مهم میشه. خلاصه پلیرهای زیاد و متفاوتی از بقیه اندستری هست که لحاظ بیزنسی باید چیز کنی. خب به همین خاطر مثلا کسی که توی یه صنعت دیگه کار بیزنس کرده، کار نمیدونم بیزنس دیولپمنت کرده، کار بازاریابی کرده، خیلی باید چیز یاد بگیره تا وارد بشه به مثلا مدیکال دیوایس. کسی که کار سیلز کرده مثلا چه چیز دیگه، یکی از بزرگترین کمبوداش وقتی میاد تو مدیکال دیوایس کانکشنشه با مثلا دکترا، کانکشنشه با این هاسپیتالا، با این هلت سیستما. علاوه مهندسی خیلی فرق داره اگه کارتون پروداکت دیولپمنت باشه. این یه اینداستریه که به شدت رگولیشن های مخصوص خودشو داره و دلیلش هم معلومه. توی صنعت های دیگه، حالا مثلا گوگل رو بگیریم، صنعت مثلا یه سرچ انجین داره، اگر فوقش اشتباهی بشه، باگی به وجود بیاد، کل سیستم بره پایین، کسی هارم نمیبینه. ولی توی صنعت تجهیزات پزشکی بعضی وقتا مسئله مرگ و زندگی اگر شما یه مشکل کیفیتی داشته باشه. به همین خاطر قوانین زیادی هست، مقررات زیادی هست برای اینکه چجوری یک محصولی رو دیزاین بکنی و تست بکنی و تولید کنی، و بعد تازه بعد از اینکه آوردی تو بازار چجوری بهش میگن پست مارکت سرویلنس مانیتور کنی، و تمام اینا یک سری مقرراتی داره و منطقه به منطقه یه میزانی فرق داره با وجود اینکه شباهت‌های زیادی هست. ولی در آمریکا این مقررات زیر نظر FDA، تو کانادا هلت کانادا است، توی اروپا MDRای European Union کل اروپا داره، حالا انگلیس که الان برگزیت کرد برای خودش یه سری چیز گذاشته، برزیل یه دونه انتیتی داره انویزا، تو ایران وزارت بهداشت بود. ولی معمولا این شرکت‌های، این کشورهای جهان سومی و کوچیک‌تر صرفا نگاه میکنن ببینن محصول FDA اپروال یا اپروال اروپا رو داره یا نه، بهش میگن CE مارکینگ. معمولا خیلی اونا مقررات خودشون ندارن به خاطر اینکه قدرت اونا رو ندارن، ولی اون منطقه های اصلی FDA و اروپاست. حالا چین هم شروع کرده برای خودش یه سری مقررات سختی گذاشته به اسم SFDA، یه باز ارگان دولتی اوناست. اصلا به کل توی بازار چین وارد شدنی داستان دیگه است. ولی همه این مقررات از لحاظ پروداکت دیولپمنت خب یک سری پیامدهایی داره. یک کوالیتی منیجمنت سیستم های مخصوص هست که باید در اساس اونا کار کنه. شما اگه مهندس نرم افزار باشی، یه سری رگولیشن هست، مهندس مکانیک باشی، یه سری استاندارده که محصولت باید تمام این استانداردها رو میت کنه. تستینگ یه جوریه، برای برق مثلا یه استاندارد هست IC60601 که تمام الکترومکانیکال مدیکال دیوایس ها باید اینو میت کنن. بعد تازه حالا اگه وارد چیزای خاص بشی، مثلا ECG برای خودش یه سری استاندارد داره. و خب اینا رو به کسی که خارج این اینداستری بودن یاد دادن بذاره سخته، به همین خاطر ترجیح میدن یکی باشه که آردی اینجوری کار کرده دیگه. من همین جای بحثتون سوال دارم وسطش بپرسم امیر. این میدونم اینا خوندن نمیشه دست خونده، اما دیگه الان شما این جایی بپرسم ازت. اون مرزی که میرین واسه یه گرفتن FDA اپرووال و اینا کجاست؟ یعنی مثلا برای تک، مثلا اپ هایی که برای هلس، یا مثلا فرض کن ویژوال ریالیتی انوایرمنتی که طراحی شده برای مثلا کار کردن روی بعد روانشناختی، اینا مثلا برای FDA میدن مثلا تاییدیه بگیرن یا نه؟ اون مرزی که مثلا استارتاپ ها میرن که FDA بگیرن اپرووالشو کجاست؟ اینا صرفا بر اساس چیزته بهش میگن لیبلینگ، و خلاصش اینه که آیا شما داری ادعا میکنی که اون کاری که من اول گفتم رو میکنی یا نه. اون کاری که اول گفتم prevent, treat, mitigate, cure یا diagnose disease بود، درسته؟ اگر شما میخوایی به طور پابلیکلی تبلیغ کنی که این ویژوال ریالیتی اپ من اگر اینجوری استفاده بشه فلان دیزیز رو مثلا treat میکنه، شما مدیکال دیوایس، شما باید FDA اپروال بگیری. حالا
این پروسه FDA اپروال بسته به ریسک دیوایس میتونه کوتاه باشه، میتونه میره حتی بعضی وقتا تا ده ها سال طول میکشه تا شما یه محصولی بیاری به بازار. این پروسه بسته به ریسک اون محصول متفاوته، ولی این تعریفش اونه. آره. مرسی. خواهش میکنم. حالا همه این حرفا که زدم من مشخصا یه ذره راجع به اینکه چه جوری توی زیرشاخه که من باهاش خیلی آشناام نمود پیدا میکنه و اون زیرشاخه نرم افزاره. من تجربه‌ای که داشتم تجربه خوبی بوده از این لحاظ که شرکت‌های کوچیک و بزرگ کار کردم، در این حال شرکت‌های مثلا غیر مدیکال دیوایسی که می‌خواستن مدیکال دیوایس کار کنم کار کردم، یه مقداری دیدم مقایسه کنم طرز مهندسی مدیکال دیوایس و غیر مدیکال دیوایس. من شرکتی بودم که مثلا 50 نفر بوده، شرکتی بودم که مثلا 10000 نفر بوده، ادوانس لایف ساینسز، شرکت استابلیش مدیکال دیوایس. قبل از این کار الانم توی شرکتی بودم که زیر شاخه گوگل بود و خیلی از مهندساش مهندسای گوگل بودن، یعنی قبلا اصلا توی این کار کار نکرده بودن. و الانم باز شرکتم یه میکسی از هر دوتا و تفاوت‌های خیلی سیگنیفیکانت یا فاحشی وجود داره بین سافتور دیولپ کردن برای کار غیر تجهیزات پزشکی با کار تجهیزات پزشکی. مثلا من سیلیکون ولی بودم، به ایریا بودم و یکی از ماتوهای معروفشون اونجا move fast and break things. خیلی فلسفه اجایل دوست دارن، خیلی فلسفه سکرام، فلسفه این که ما تون تون هی ریلیس بدیم بیرون و حالا اگرم خراب شد رول بک میکنیم و یواش یواش یاد میگیریم. ما خیلی تون تون دوست دارن ریلیس فریکوئنسیشون ببرن بالا. خب توی مدیکال دیوایس نمیتونیم کارو بکنیم به خاطر ریسکش، اگه چیزی خراب بشه یه هزینه جونی برای نفر ممکنه داشته باشه. خیلی براشون سخته که بفهمن اینا، کسایی که از اونجا میان، کسایی که از به اصطلاح اینداستری نرم افزار میان. شما وقتی میخوای نرم افزار پزشکی تولید کنی، یک سیستم خیلی سفت و سخت کنترل کیفیت هست که این رو باید فالو کنی و حالا این سیستم scalable از این لحاظ که بسته به ریسک اون محصولی که دارین دیولپ میکنین، این سیستم میتونه خیلی پیچیده باشه، میتونه یه مقداری از پیچیدگیش کم بشه، ولی به هر حال این سیستم باید باشه. از اولش که محصول رو داری دیفاین میکنی که این کار پرادکت منیجر است معمولا، که بازاریابی کنی ببینی چه نیازی هست تو بازار و بعد بیای تعریف کنی که این نیازهای به اصطلاح یوزرها چیه، از اونجا شروع میشه و شما اینا رو باید حتما با یه سیستم باز خاص مطمئن باشی که اینا همه داکیومنت بشه، اینا همه اپروف بشه، همه بفهمن. تا مراحل بعدیش اینا تبدیل میشه به مثلا یه requirement as a product to system level که بشه تست کرد و باز دوباره همه اینا رو باید بنویسی، همه بخونن، همه اپروف کنن و بعد از اون سیستم بعدش بعد دیزاین بدی، آرکیتکچر بدی که اینو امپلمنت کنه. توی تمام این مراحل یه اتفاقی که فراتر از محصولای دیگه نرم افزار اتفاق میفته کار ریسک منیجمنته. یعنی معمولا تو همه این شرکت‌هایی کسی هست که متخصص ریسک منیجمنته و کارش اینه که هر اتفاقی که میفته از اول سعی میکنه به اصطلاح این خطر سنجی کنه دیگه، به اصطلاح این محصول اگه اینجاش خراب شه چی میشه، اونجاش خراب شه چی میشه، ما چجوری میتونیم مثلا خطر رو بیاریم پایین، ریسکش رو بیاریم پایین. ترکیبی از احتمال اینکه یه اتفاق مضری بیفته با میزان اون خطر. این آدمی که کار ریسک منیجمنت میکنه توی اینداستری دیگه نیست و خیلی حرف مهمی میزنه، برای اینکه این توی تمام این مراحل میتونه تاثیر بذاره، توی تعریف محصول، توی تعریف سیستم ریکوایرمنت شما، توی تعریف دیزاینتون، حتی توی تستینگ. مثلا شما میری تست میکنی و به هر حال باگ پیدا میشه توی نرم افزار، اینکه این باگ رو میشه بعداً درست کرد یا الان باید درست کرد، یه بخش مهمیش اون ریسک منیجمنت است. بعد اون تستینگ باز دوباره کلن یه استانداردی هست، کلن یک استانداردی ما داریم توی
تجهیزات پزشکی به اسم IC62304 این یه استاندارد بین‌المللیه و همه این حرفایی که من میزنم از اول تا به اصطلاح آخر لایف سایکل سافتویر رو این یه سری ریکوایرمنت هایی براش میذاره که شما به اصطلاح تمام این قوانین مقررات رو باید انجام بدین و بعد هر ساله آدیت میشین از طرف همین ارگانای دولتی که گفتم، حالا چه FDA باشه توی چیز، FDA باشه تو آمریکا، چه European Union باشه، به حال اینا رو شما باید نشون بدین که quality management سیستمتون رو دارین فالو میکنین. به همین خاطر یه پروسه باید داشته باشین برای اون باگا بعدش که میره توی بازار. کلن یک سیستمی باید داشته باشین که نشون بدین هر کی هر چی بهتون گفت هر جا راجع به محصولتون، از لحاظ مشکل، سختی که داشتن، حتی ممکنه که بعدن که نگاه کنیم مربوط به محصول شما نباشه، ولی اگر میتونه مربوط باشه شما باید اینو توی اون پروسه کامپلینت هندلینگ باید داشته باشین و اینو باید بیارین و اینوستیگیت کنین و لحاظ کلینیکال و اینجاست که مثلا میری با یه دکتر حرف میزنی یا یه پرستار حرف میزنی، اگه این اتفاق اینجوری بیفته مثلا به نظر شما احتمال این چقدره، احتمال اون چقدره، آیا این هیچ اتفاقی نمیفته، آیا مریض میمیره، چه اتفاقی میفته و همه اینا رو میذاری دور هم و بعد حالا بر اساس اون حالا من محصولمو باید ریکال کنم، اون مثلا یه پیامد خیلی بده برای همه این شرکت ها اگر که به نتیجه برسی که ریسک این محصول توی بازار بودن بیشتر از بنفیتشه، اون موقع باید کلن همه چی رو ریکال کنی که این ابیلیتی این که بتونی ریکال کنی معنیش اینه که اون اول که داری محصول دیولپ می‌کنی بعد یه پروسه‌ای هم تازه طراحی کنی که بتونی تریس کنی که من این محصول رو کجا دارم می‌فرستم. شما بعد بدونی که دقیقاً کی تمام این پروداکت‌های شما رو تو بازار داره و اینا رو بتونی ریکال کنی و بعد دیگه پروسه‌های باگ تریکینگ و اینا رو همش چیز می‌کنن. بعد هر ابزاری که می‌خوای استفاده کنی اینا بعد ولیدیت بشه، بعد نشون بدی که اون چیزی که داری این ابزار استفاده می‌کنی، مثلا یه کار خیلی نرماله توی کارای سافتویر دیولپمنت، شما هزار تا تول داری هر کدومش داره بعدی کاری میکنه، اگر که این تول توی بیهیویر آخر سافتویر بتونه تاثیر بذاره شما باید یه پروسه ولیدیشن بری و اون خودش باز دوباره داستانیه، کلا این سری مقررات هست برای اون. همه اینا باعث میشه که کار نرم افزار پزشکی کردن با کار نرم افزار دیگه کردن خیلی سخت‌تر باشه و یواش‌تر باشه. شما اگه تجهیزات پزشکی نگاه کنید از لحاظ تکنولوژی نرم افزار عقبه نسبت به صنایع دیگه و بعضی جاها خیلی بده برای مثلا لحاظ سکیوریتی. خب یکی از به اصطلاح کورنرستون های سکیوریتی آپدیت های رگولاره که شما وقتی که یه vulnerability توی بازار پیدا میکنی اینو سریع پچش کنی، سریع درستش کنی، توی تجهیز پزشکی اتفاق کاملا کار سختیه برای اینکه کلن مارکت سلویه، کل پروسش خیلی پروسه سلویه. خلاصه من اینجا وای میستم، فکر کنم بیشتر 20 دقیقه صحبت کردم و امیر به من گفت 20 دقیقه بیشتر حرف نزن. دست درد نکنه. خواهش بکنم. حالا تا بچه ها دستشون بیارم بالا برای سوال پرسیدن من حالا اون بپرسم. این شرایطی که گفتی یکم راحت مثلا بین 10 تا 50 برابر چیزه تر از تولید معمولی سافتویره. این فرض که شروع استارتاپ ها خیلی که حالا تیم اولیهشون چه سرمایه گذاری اولیهشون باید خیلی بیشتر و یه تیم قوی تری باشه اصلا، اول این فرض منطقیه، یعنی هر کسی نمیتونه اصلا وارد اون فضا بشه، احتمال شکست و اینا، احتمال جلو رفت. آره، تایملاین های به اصطلاح به سود رسیدن و به رونیو رسیدن توی محصول مدیکال دیوایس خیلی بیشتره و به همین خاطر هم حتی اینوستروش هم باید اینوستروی مدیکال دیوایس باشن که بفهمن این قضیه رو. شما مثلا حالا داستان خیلی معمول سیلیکون ولی که یکی اومد یه اپی مثلا برای اسکن کردن غذا زد و مثلا یهو روش کرده و چند میلیون دلار مثلا در آورده، این داستان رو تو مدیکال دیوایس نمیشنوی به خاطر اینکه اون پروسه خیلی پروسه طولانی تریه، هم میزان اینوستمنتی که لازم داری بیشتره،
هم میزان رونیوت به هر حال لیمیتد، با اینکه مثلا اینشورنس کمپانی چقدر حاضر پول بده، اینا رو باید باز همه رو نگوشییت بکنی و اینا رو همه رو باید نشون بدی که مثلا من اینقدر دارم کاست کی رو میارم پایین، به همین خاطر این ولیوش اینقدر، اینقدر من رو ریورس کنی. گفتم خیلی این پارادایم کلاسیک ریسک و ریوارد صنعت از لحاظ بیزنسی اگه بخوای نگاه کنی، صنعت مدیکال دیوایس لو ریسک لو ریوارده، برعکس مثلا سافتور دیگه که مثلا های ریسک های ریوارده. بعد این مثلا اینوستورایی هم که اصلا با بکگراند گفتی رولای بالا مال خود صنعته، اینا هم احتمالا از همون مثلا اینشورنس بوده قبلا، حالا رفته جلوتر ازش بهتر شد یا نه آفر گرفته جای دیگه، بررسی کننده توی شرکت مثلا بی سی، میگن زمین بکگراندش همون صنعت مدیکال دیوایسه که بفهمه داستان چی بتونه راحت‌تر تحلیلش کنه. درست؟ آره دیگه، نه معمولا یه تیمی برای دیو دیلیجنس دارن و این تیم باید بک‌گراند های مختلفی داشته باشه که بتونن درست بررسی کنن ببینن کار شما به عنوان یه ستارتاپ چقدر ارزش و شایستگی داره. معمولا اینا یه کسی دارن، این چیزی که گفتی هلتکیر اکانومیکس بهش میگن، معمولا یه همچین متخصصی دارن که مثلا پث شما به ریمبرسمنت چیه، بازار چیه، محصول رقیبات که از این حرفا. معمولا یه کسی دارن که بک‌گراند رگولاتوری داره، این آدمیه که اون مقررات FDA خوب میدونه، میدونه این پروداکت شما توی کدوم کاتگوری میفته، اون خود اون پروسه این که شما بیاری محصولت به بازار چقدر اصلا طول میکشه. گفتم یه چیزی مثلا یه اپی که فقط میزانه چه میدونم آبی که داری میخوری و ترک کنی، حالا با فرض اینکه اینو یه جوری لیبل کنی که بشه مدیکال دیوایس، این تقریبا هیچ پروسه رگولاتوری نداره، میره تا اون محصولی که شما مثلا توی یه لایف ساپورت ماشین میذاری، این حداقل 5-10 سال شما طول میکشه تا بیایی به بازار. خیلی عالی، ممنون. خواهش میکنم. آلسان هم دستش بالا بود. من الان دیدم دو نفر دیگه هم به ما به پیوستند، اونا هم گفتم خودشون معرفی بکنن. عکس هم نگرفت. فکر کنم آره، یکی سعیده که دستش هم اتفاقا بالاست. سعید سوال، یعنی دو تا سعید داریم البته، یه سعید شاهینفره که دستشم بالاست، هم خودتو معرفی کنم حرفتو بزن. لانگ تایم میفیزن. سلام به همگی. اتفاقا دو تا سعیدی که اینجا هستن، سعید بابادی هم فکر کنم دوست قدیمی من هم کلاسی دبیرستان. اشکان جان خیلی ممنون از صحبتت، ببخشید من آخرهای صحبتت، 5 دقیقه آخر صحبتت رسیدم، ولی خیلی به موضوع و فیلدی که داری کار میکنی علاقه مندم. من معرفی هم یادم رفت بکنم، من سعیدم شاهینفر، توی استارتاپ روباتیکی کار میکنم که در واقع مدیکال دیوایس درست میکنیم برای آدم های معلول، اگزوسکلتون هستش دیوایس همون. خوشبخت. نمیدونم سوالم هم باید الان بپرسم امیر جان یا نه؟ بپرس آقا بپرس. ببخشید خانم آیسان، من شما قبل من. من سوالم اینه که البته خیلی سوال دارم که فکر کنم از فرصت این جلسه بیرون باشه، سعی میکنم والله خیلی مهمتراشو ازتون بپرسم. خب من توی این 4 سال توی زمینه مدیکال دیوایس که کار کردم، این داستان مبهم بودن استانداردها خیلی چیز اذیت کننده ایه. شما هم احتمالاً با این قضیه درگیر بودین و میدونین. اینکه مثلا برای توی صنعت اتوموتیو خیلی مشخصه اعداد، اینکه حالا شما باید نمیدونم کد کاورجت وقتی داری تست میکنی چقدر باشه، نمیدونم از یه سری سافتورها، اتوماتد تستینگ سافتورها استفاده میکنی، ولیدیشن احساس میکنم باز اونجا ابهامش کمتره، طولایی که طول ولیدیشن باید انجام بشه. میخوام اینم شما با این ابهامه چی کار میکنید؟ یعنی آیا یه جاهایی احساس میکنم میشه مثلا پیچوند؟ از یه طرف میگن مانوفکچرر مثلا سیفتی و ریسپانسیبل هستش، از یه طرف اگه تو تو ماچ فکر بکنی به این چیزا و بخوای خیلی انرژی بذاری تایم تو از دست میدی. میخوام اینم این چالش رو باهاش کلن فیس کردیم چی کار کردیم. البته میدونم که سافتور از مدیکال دیوایس متفاوته با در واقع
مدیکال دیوایس سافتور، ولی کلن احساس میکنم یه سری تجربه ترانسفر میشه. آره میشه. نه ببین یه سری پرینسیپل ها هست که اپلای میشه. ببین آخرش من با این آدم ها که این استاندارد رو نوشتن حرف زدم، کار سختی اکشلی استاندارد نوشتن و یه پروسه طولانیه. هدف تمام این رگولیشن ها دو تا چیزه، مخصوصا رگولیشن های FDA میگن سیفتی و افکتیونس. افکتیونس اونی که اون چیزی که تو لیبلینگت گفتی میکنی رو میکنی و اینو باید نشون بدی به من. سیفتی اینه که اون بنفیته که الان گفتی ریسکش رو جاستیفای میکنه. مشکل رگولیشن نوشتن اینه که شما داری رگولیشن مینویسی برای یک بازه وسیعی از یوز کیس ها و این رگولیشن ها رو اگه بخوای خیلی سپسیفیک و واضح توضیح بدی بعد به این اپلای نمیشه، به اون اپلای نمیشه. کار سختیه. اینا مجبورن یک سری اصول های لولی بزنن اون تو و حتی کلمه هاشون هم انتخاب میکنن. این استاندارد رو نمیدونم خوندی یا نه، ولی هر کلمه ای رو حتی که مثلا شما دو نفر حرف میزنی شاید بدونین چیه، هر کلمه ای رو اینا میان تعریف میکنن که یه وقت احیانا سوء تفاهمی پیش نیاد و بعد یه سری جمله ویگه. چیزی که خیلی مهمه اینه که یکی رول رگولاتوریه و یکی رول کوالیتی توی یه مدیکال دیوایس، مخصوصا کوالیتی. و من خواهیم کار کوالیتی کردم. کار سختیه. آدمی باید باشه توی اون رول که وقتی که رگولیشن رو میخونه هدف پشت اون رگولیشن رو میفهمه و اون اپلای میکنه به یوز کیس بیزنس شما. این آدم آدمیه که باید هم رگولیشن خوندن بلد باشه و این زبان لیگاله، هم اونقدر تکنیکال باشه که بتونه با شما راجع به کانسترینت های تکنیکالتون صحبت کنه و اون رو براتون ترجمه کنه. این آدم ها کمن نیستن زیاد، معمولا آدم ها یا تکنیکالن یا لیگالن. اینکه یکی باشه که هر تا اینا رو بلد باشه و این چالش بزرگیه. چیزی که من دیدم آخرش اون بحث کامن سنس. خیلی وقتا میگن مثلا would you use it، مثلا تو اگه مریض بودی الان این دستگاه رو خودت استفاده میکردی، اگه مادرت مریض باشه این دستگاه رو استفاده میکردی یا نه. اون سوال اگه بتونی جواب بدی برای خودت، معمولا اگر کوالیتی پرسن و رگولیتی پرسنتون خوب باشن همه اونا رو میتونی نشون بدی که میت میکنی. یه سری آخه استانداردها هم باز جورای مختلفه. یه سری استانداردها هست فانکشنال استاندارده، یه سری پروسیجراله. فانکشنال استاندارده معمولا خیلی روشنه، مثلا استاندارد 6061 یه سری اکسپتنس کرایتریا داره، میری یه مش تست میکنی تمام. استانداردهایی مثلا اون ایسی جیونه که افته خیلی راحت. یه سری استانداردهایی دیگه که ما باش کار میکنیم مثل 6304 اوناست که خیلی ویکتره که مثلا این پروسیجر منه و مثلا یک پروسهی به من نشون بده که این کار رو میکنی. ولی گفتم اگر اون هدف پروسه رو بفهمی بعد یک کوالیتی پرسن خوب میتونه جاستیفای کنه که چطور من تمام اینا رو دارم بیت میکنم. آره من دقیقا مشکلم با همون 62304 هستش که واقعا خیلی مبهمه. حالا من فعلا پاز میکنم اینجا. دست در نکنه. خیلی ممنون از جوابی که دادی. خواهش میکنم. ممنون. سعید بابادی هم خودشو معرفی کنه. من معذرت میخوام آیسان، شما باشی در مونده. آیسان دستش خسته شد. دستو بیار پایین، خسته شد. سعید بابادی. سلام. بله بله. سلام به همه شما، خیلی ممنون آقای اشکان و بقیه. سلام مخصوصا به اون یکی سعید، به همونطوری گفت دوست دوران راهنمایی دبیرستانی ما. خیلی ممنون از راحتتون. ببخشید من با تاخیر رسیدم بیرون بودم، نتونستم چند دقیقه اول رو میز کردم. من توی شرکت در واقع برین ایمیجینگ و یعنی در زمینه برین ایمیجینگ و آنالیز در واقع اسکنای مغزی و حالا مدالیتی‌های مختلف مبتنی بر MRI کار می‌کنم، بخش ایمیج پروسسینگ. و خب کار سافر هستش، منتها سافری که استفاده میکنیم سافرهای این هاوس هستش و خب طبیعتاً برای آنالیز رنج از داده ها استفاده میشه، ولی خود سافر در واقع ریلیس نمیشه جایی، یک سری پارامتر رو اینها استخراج میشه برای حالا کلاینت ها که شرکت های داروسازی هستن تو زمینی دیولوب کردن داروهای برای درمان سنترال نرو سیستم، بیماری MS و آلزایمر، پارکینسون، اینجور چیزها. و بله خیلی ممنون از راحتون، خیلی مفید بودن. خب آیسان، من بازی سوال
چیزی دارم. وقتی که یه ایده‌ای داریم که حالا دغدغه خود من ایده هایی هستش که بین رشته یا بین نوروساینس و روانشناسی و تک، مثلا اپ هایی بنویسی که مثلا نورو دیولوپمنتال دیزوردرا رو ارلی دیاگنوستیس بتونی داشته باشی بر اساس مثلا روند رشدی بچه، هم پدر مادر بتونه استفاده کنه هم کلینیک، یا مثلا بیای از تکنیک های مختلف جدیدتر مثلا ماشین لرنینگ استفاده کنی برای اینکه مثلا دیاگنوز کنی مثلا اوتیسم رو بتونی تو یکی دو ماهگی بچه دیاگنوز. اپ های اینطوری، اینا رو وقتی که مثلا ایده هاشو داریم، حالا بر اساس ساینسی که خوندیم و تجربه‌ای که داریم، مسیر جلو رفتنش چجوریه؟ حالا تو آمریکا که خب بالاخره شما هلسکرتون هم چیز هم خصوصیه هم اینشورنس، کانادا هم که حالا پیچیدگی که داره کلا با دولت طرفی، اینا مسیری که معمولا آدمو میشه پیشرفت، یعنی اصلا واقعا ارزش داره که مثلا تو یه سال 6 ماه یه سال وقت بذاری پروتوتایپ باید درست کنی ببری جلو، ایده رو ببری با کیسه. معمولا مسیری که آدمو میتونن برن جلو چجوریه؟ مثلا میگم ایده اگه یه ذره کاتینگ اج باشه، یعنی لزوما شبیهش قبلا وجود نداشته باشه، حالا پیشنهادی اگه داریم. آره یه ذره سخته. یه محصولی مثلا گوگل داشت که این هنوز هم داره، ولی حالا گفتم اینا کمپانی تک خیلی به جای نرسیدن، مثلا ایمیج پروسسینگ میکرد، عکسی که شما از مرد شبکیه چشم میگیری تا پیشرفت بیماری دیابت و تاثیرش رو شبکیه رو مثلا پیش‌بینی کنه. چیز جدیدیه، وجود نداره اگه دقتش خوب باشه. میتونه این سرویس رو برای همه مثلا با تلفن تا شبکیت عکس میگیری میفرستی و این خودش مثلا فلگ میکنه و اینا. اگر بخوام خلاصه اول بگم، اینویشن گفتم تو مدیکال دیوایس کار راحتی نیست و شما باید شما باید آماده باشی که مثلا 10 سال هستی تو این کار، یعنی یه همچین دیدیکیشن رو باید داشته باشی. و دلیلی که میگم اینه که پروسه‌ای که باید بری مخصوصا توی همچین کاری اینه که اولش باید یه سری مثلا این ویترو دیتا و اینا جمع کنی. حالا مثلا تو این کیسی که داری میگی باید یه سری دیتا ست جمع کنی و نشون بدی که اصلا این ایدت هیچ میریتی داره و آره مثلا با ماشین لرنینگ و نمیدونم با یه سری الگوریتم من میتونم روند و تشخیص خود همون دیتا ست پیدا کردنه خودش کار سختیه، که من یه دیتا ستی پیدا کنم که اون فاکتورایی که من میخوام برای مدلم و پروگنوزیس همه اینا رو با یه سمپل سایزی که استاتیستیکلی سیگنیفیکنت داشته باشه برام. این تازه قدم اوله. قدم بعدی یه دونه کلینیکال الای لازم داری حتما، اکچولی احتمالاً حتی زودتر لازم داری برای دیزاین قضیه، و اون کسیه که حاضره. نکته که هست همیشه لاقل توی آمریکا اینجوریه، با وجود اینکه خب شما حق فروش محصولت رو نداری تا موقعی که FDA اپرووش بکنه یا کلیرش بکنه، یه دکتر این حق رو داره که هر کاری میخواد بکنه اگر تشخیص پزشکیش این باشه که این به نفع مریضشه. این به این معنیه که مثلا نمیدونم مثلا شما نمیتونی به عنوان بیک بیای تبلیغ کنی که خودکار منو بکنی تو دماغتون، خونریزی دماغتون برمیاد، ولی اگه یه دکتری به هر دلیلی تصمیم بگیره که این کار میکنه، این دکتر میتونه خودکار رو برمیاد کنه. اگر شما یه کلینیکال الای داشته باشی، بعد اتفاقی که میفته اینا میتونن یه سری کلینیکال استادی ستاپ کنن که توش اون متدی که الان وجود داره رو میرن، اون متد جدیده رو مثلا اون حالا در این مورد خاص این مورد دیاگنوستیس شما رو اونم میرن، و بعد اینا رو تازه باید ترک کنی. مثلا این چیزی که شما دارین میگین، شما چند سال دیتای ریل ورلد میخوای که ببینی اون چیزی که من گفتم و تشخیص دادم روی آدمای جدید توی چند سال آینده همون جوری که من گفتم تشخیصش درست بود یا نه. و راه‌های مختلفی هست که ذره سریع‌ترش کنی، مثلا حالا تو این کیس به اصطلاح دیابتیک نوروپاتی بهش میگفتن، توی این رتیناپاتی، توی اون کیس مثلا این کاری که میتونی بکنین یک عکس رو به چند تا متخصص نشون بدی، از الگوریتمت هم مثلا استفاده کنی، بعد بگی که آیا تشخیص این با تشخیص این متخصصا میخوره یا نه. ولی حتی بعد از همه اینها توی بحث ماشین لرنینگ و اینا مثلا اون چیزی که میدونین یه مدل رو میان به دیتا فیتش میکنن، بعد ممکنه اوورفیتد باشه به اون دیتا ولی به دیتای ریل ورلد جواب نده.
هست باید کاری که بکنی و به همین خاطرم رگولیتور رو اپرووش نمی کنن. مثلا پروویژنال چیزی هست بهش میگن investigational device exemption، یعنی مرحله اول اینه که برای اون کلینیکال استادیه که داره ستاب میشه FDA میگه شما فقط در هیته این کلینیکال استادی میتونی این محصول استفاده کنی. این کلینیکال استادی میتونه چند ماه باشه، میتونه چند سال باشه، بسته به حالا اون اپلیکیشن خاصی که داری. اون مرحله رو که بری، حالا شما کلینیکال استادی داری، حالا شما دیتا داری که نشون میدی کار کرده، و حالا کل این پروسه خیلی اتفاقا میفته برای دیزاینت، برای ریکوایرمنت ها، همه اینا رو هی باید بر اساس دیتایی که میگیری عوض کنی، درست کنی، هر چی. اون موقع تازه میتونی فایل کنی برای FDA و بگی که این لیبلینگ منه، این دیتای منه و به نظر ما این کار میکنه و بریم. و تازه معمولا کاری هم که میکنن، حالا چه در زمینه سافر چه در زمینه محصولای غیر سافر، معمولا میان این اپروال رو مرحله به مرحله میکنن، از این لحاظ که لیبلینگ رو بهش میگن indications for use، یواش یواش سکوپش رو میبرن بالا. مثلا اولش میگن که این رو شما نمیتونی استفاده کنی و جایگزین تشخیص یک پزشک کنی، این اضافه بر اون جایگزین اون مثلا تشخیص پزشکی خواهد بود. نتیجهش این میشه که ریسک محصول دیزر میاد پایین، مثلا این محصول اگه تشخیص اشتباه بده ریسکش کمتره. خب یه همچین indications for use بارش ذره پایین تره، بعد میری توی فیلد یه مقداری دیتای بیشتر جمع میکنی، بعد میگی اوکی اینجور که معلومه این از دکترها بهتر داره کار میکنه. مثلا اتفاق هم ممکنه بیفته، میگی که من الان دیگه پروگنوسیس دیتا دارم، این سامپل سایزمه بعد 10 سال، اصلا من میگم دکترها دیگه نگاه نکنن یا پاتولوژیست ها مثلا نگاه نکنن به عکس، این الگوریتم داره بهتر جواب میده. و مثلا اینجوری مرحله به مرحله میکنن و یواش یواش اینا، البته هر کدومش اون وقت میشه یه سابمیشنی به FDA، مثلا یه سابمیشنی به هلت کانادا یا هر چی که میگه اوکی من دارم سکوپ این محصول رو میبرم بالا، الان این میتونه جایگزین کنه. توی سافر به طور خاص از لحاظ ایمپکت سافر رو مدیکال دیسیژن میکینگ اومدن 3 کاتگوری گذاشتن: اینفورم، درایو و تریت اور دیاگنوز. اینفورم یعنی اینکه این اطلاعات سافر رو دکتر نگاه میکنه ولی آخرش کار خودش رو هر کاری میخواد بکنه میکنه، ولی الزاما ریلای نیست، اون دیتای دیگه اش هم داره. درایو وقتیه که اطلاعاتی که از سافر میاد بیرون بخش کلیدی تصمیم پزشک است، یعنی اینکه اگر اطلاعات اشتباه باشه ممکنه پزشک تصمیم اشتباه بگیره. و بعد دیگه قسمت تریت و دیاگنوز اونه که مثلا دیگه رسما این سافره داره کار مثلا اشعه درمانی میکنه، این سافره داره کار تشخیص میکنه، اونا دیگه رسما اون موقع اگر سافر اشتباه بکنه ممکنه تریتمنت اشتباه بده یا دایگنوستیس اشتباه بده. خب اون ریسکش خیلی بالاتره و پروسه اپروالش هم بیشتر. سیارم عالی. علی رضا خود چون معرفی نکرد بگم اونم، من معذرت میخوام. سلام به همگی، بنده علی رضا علیزادگان هستم. ببخشید من خیلی علاقه من بودم این جلسه شرکت کنم، با وبکم درست حسابی نداشتم. خیلی ممنون اشکان جان از پرزنتیشنتون. من کار تو زمین سافتور کار کردم، کار دیتا انالیسیس و کوالیتی انجام دادم. شرکتی که قبلا کار میکردم تو زمینه مدیکال دیوایس بود، برای شرکت متا اپتیما کار میکردم که اونا نرم افزارهای برای تشخیص و تشخیص سرطان پوست به کمک آرتفیشال اینتلیجنس و روش های ماشین لرنینگ انجام میدادن. و این فرمایش که اشکان جان گفتن در مورد پروسه بحث کوالیتی و سرسختی آدیتا و فلانا رو من اونجا یه مدت کوتاهی تجربه کردم، ولی به هر حال خیلی خوشحال شدم از پرزنتیشن، خیلی لذت بردم. دست شما در نکنم، خیلی متشکرم. زنده باشی. من دو تا مسئله دیگرم چیز کنم. یکی این که ما الان وقت عکس دست جمعی مونه، دوستانی که میخوان توی عکس باشن دوربیناشون روشن کنن که ما عکسو بگیریم.
انجام بدیم و بعد بریم سراغ بقیه مسائل. خب 3 2 1 اوکی. خیلی عمالی. مسئله دیگه این که اشکان جان، من تو این قسمت برنامه یه نیم ساعت مونده که تموم شه، از مهمونمون همیشه میخوام که بگه ما تیکویمون از این جلسه باید چی باشه. الان لازم نیست جواب بدی، نیم ساعت وقت داری تا آخر برنامه و اینو ما با همین عکس پست میکنیم این تیکوی. و دیگه آره بچه ها بحث رو ادامه بدیم دیگه. چند ساکت شدن. من سوال بپرسم. بپرس. خب گفتی که اگر اون 5 تا 6 تا آیتم بود برای اینکه چه زمانی لازم FDA اپروف آدم بگیره، اگر کلیمی در مورد بیماری نباشه، کلیمی در مورد بهبود یه داستانی باشه که مثلا نمیدونم فلان توانمندی یکی رو بهبود میدیم و این یعنی از نرمال میخوایم بهترش کنیم، این چی؟ اینم FDA اپروف میخواد؟ یعنی میگی یک آدمی رو از حالت نرمال بدون اون دیوایس تمرکزش رو بهتر میکنیم. خب برمیگرده به مثل این که خیلی از این اپ هایی که الان هست توی بازار، مثلا کانسنتریشن رو بالا و مموری رو بالا میبره. این دغدغه که محسن میگه، چون ما داریم یک دوتا ایده داریم، داریم روش فکر میکنیم، داریم دنبال پروتوتایپ درست کردنیم، مثلا به خاطر اون داره میپرسه فکر کنم. نه درست میگم محسن؟ اینا FDA اپروال نمیخواد و مشخصا به خاطر اینکه مثلا کلیم رسمی راجع به اینکه یک بیماری رو ما داریم تریت میکنیم ندارن. حالا میگه که فوکس رو دارم ایمپروو میکنم یا انرژی دارم ایمپروو میکنم، ولی نمیگه من دارم بیماری ADHD رو مثلا تریت میکنم. اگر شما بگی که من رسما بیماری ADHD رو سیمتامش رو بهتر میکنم، کلینیکال آوتکامت رو بهتر میکنم، اون موقع FDA اپروال میخوای. یعنی اگر میخوای اپ شما پروداکتی باشه که کلینیشنای ADHD مثلا سایکولوژیست‌ها و سایکیاتریست‌ها بیان این اپ رو استفاده کنن توی کلینیکال پروسسشون، مثلا بسن به مریضاشون به عنوان روتین، همونطور که دراگ و ادرال و اینا میدن اپ هم بدن. اگر میخواین به اون لول برسین، اون موقع FDA اپروال میخواین. ولی همین که بزنین رو اپ استور رو مثلا یه سری کلیم اونجوری بکنین، حتی بعضی وقتا خواهین دید که توی لیبلینگشون، توی ستینگ هایناشون که میری یا توی همون صفحه اول، خیلی مشخصا میگن که همین 5 تا چیزی که من گفتم، میگن this is not intended to prevent mitigate treat diagnose. این اصلا این لیترالی اینو کپی پیست میکنن اون تو، به خاطر اینکه بگن ما FDA اپروال نمیخوایم. حالا اینو گفتم، یک کاتگوری خیلی تعریف شده سافت‌ویر رو FDA گذاشته زیر Enforcement Discretion. Enforcement Discretion هم یه حالا بحث پیچیده ایه، ولی خلاصش اینه که ما به عنوان FDA حق داریم که کنترلش کنیم، ولی فعلا تصمیم گرفتیم نکنیم. شبیه یه پلیسیه که enforcement discretion داره. پلیس داره، مثلا پلیس هم enforcement discretion داره. پلیس میتونه ببینه که تو داری چراغ قرمز رو رد میکنی ولی enforce نکنه، حقشه. یه کاتگوری اینا اومدن تعریف کردن برای سافتور خالی، سافتور از medical device، و این کاتگوری رو فانکشنالی تعریف کردن. رگولیشنش هم پابلیک آنلاین، همش چیزای پابلیک آنلاین میتونی نگاه کنی. و گفتن که اگر فانکشنالیتی این اپ شما، یا این SAM رو بهش میگن SAMD، Software as a Medical Device، سا فانکشنالیتی شما توی این تعریف بگنجه، شما Enforcement Discretionی. یه کتگوری که گذاشتن که اصلا Medical Device نیست، اونو اومدن تعریف کردن برای اینکه مثلا شفاف سازی کنن، ولی یه کتگوری دیگه گذاشتن گفتن شما Enforcement Discretionی، یعنی Medical Device هستی ولی ما هیچ کدوم از پروسه‌هامون رو Enforce نمی کنیم. اگر کاری که شما میکنین بگنجه توی اون، پروسه هاتون خیلی خیلی سبکتره. هنوز گفتن، و حالا اینجا که میگم enforcement discretion یه ذره بحث پیچیده ایه، شرکت ها جور مختلفی اینو تفسیر کردن. بعضی شرکت ها هیچ کاری نمی کنن، بعضی شرکت ها هنوز همون کارا رو میکنن، برای اینکه واقعیت قضیه اینه که FDA هر لحظه میتونه برگرده و بگه که نه من نظرم عوض کردم.
و اون موقع مجبورتون کنه که محصولتون از بازار بردارین و اون موقع مجبورتون جریمه‌تون هم حتی بکنه. حالا بعضی شرکت‌ها ریسک پذیرترن، میگن فعلا به ما گفتن enforcement discretion. اینا یه مقداری هم مربوط میشه به اینکه چقدر فکر میکنین خطر داره، چون FDA وقتی به اصطلاح شستش خبردار میشه که یه اتفاقی بیفته توی بازار، اکچولی یه محصولی بره اونجا و یه کسی هارم بشه و بیان بهش ریپورت کنن و اینا ریپورت‌ها یه ترندی بشه، اون موقع FDA شروع میکنه خیلی جدی به چیز نگاه کردن، میگه اوکی اینو مثلا من چیز کنم. یه محصولی بود مثلا همین وبکم رو توش نگاه میکردی و یه سری این تستای چشمو که به چشم پزشکی میکنی میکرد، یادم نیست چه کشوری بود فکر کنم، ولی آمریکا همینا داشتن مارکت میکردن و بدون FDA گفته بودن ما مدیکال دیوایس نیستیم، بعد FDA گفته بود نه شما کلاس 2 مدیکال دیوایس مثلا، ولی یه سال و نیم طول کشید، ولی بعد یه سال و نیم مثلا FDA فهمید و اینا رو جریمه شون کرد و محصولشون رو برداشت از این چیزا. این قضیه خیلی مثلا آخریه. خلاصه اینو گفتم که شاید محصول شما بیفته تون کاتگوری، من نمیدونم، بعد فانکشنالیتی هاتون بیفته اونجا و اگه اونجوری باشه خیلی این داستان رگولیشن رو اپلای نمیکنه. درست، خیلی ممنون، خواهش میکنم. سیارم علی سعید. خب من سوال بعدیم یکم میخوام اسپسیفیکلی راجع به بست پرکتیس ها بپرسم ازتون، چون حالا چیزیه که الان خودم توی شرکتم درگیرش هستم. میخواستم راجع به تولزایی که کلن برای این داستان سافتور منیجمنت یا حالا مثلا ALM تول اگه مثلا استفاده میشه حالا توی اینداستری، حالا به طور خاص من ALM رو میگم، بعد راجع به سافتور کانفیگوریشن منیجمنت تو حالا اینها هم حالا سوال دارم که حالا مثلا گیت هاب، گیت لب، چه چیزایی، چی جوری استفاده میشه، تا چه حدی ولیدیت میشه. برگردم به ALM، سوالم راجع به ALM اینه که اصلا چه سایز کمپانی رو شما فکر میکنین که لازمه که از یه سافتور مثلا ALM استفاده بکنه و مثلا حالا یه هزینه‌ای بکنه براش، یک دو پروسساشو مثلا حالا بیاره اونجا و بعد چقدر توی آدیت و مراحل بعدی در واقع حالا پرادکت دیولپمنت این قضیه کمک میکنه، کجاست اون ترید آفه که حالا اون زمانی که گذاشته میشه برای ولیدیشن مثلا یه ALM سافتور میارزه به این که حالا اون زمانه گذاشته بشه هزینه که انجام بشه، ولی از اون ور مثلا یه سری چیزا سریع‌تر باشه یا ترک کردنشون راحت‌تر باشه. سوال بعدی من راجع به همین سافتور کانفیگریشن منیجمنته که اینا هم شما چی کار میکنین؟ بست پرکتیس چیه؟ آیا مثلا از خود همین گیت لب و گیت هاب و اینا استفاده میکنین؟ بعد ولیدیشنش مثلا تا چه حدی باید انجام بشه این، یا اینکه مثلا میرین سراغ یه سری چیزایی که آلردی سرتیفایدن و ولیدیت شده هستن و اینها؟ این دوتا سوال رو داشتم. ALM Application Life Cycle Management دیگه، درسته؟ بله. یه خب واقعیتش اینه که هیچ طولی و مجبور نیستی استفاده کنی توی چیز، اینا همش بس best practice. In fact شرکت های کوچیک همه کارشون رو با اکسل و دستی رو کاغذ میکنن، خیلی کوچیک منتها. خب مسلماً توی سکیلی که بزرگتر میشه این کار هی سختر و سختر میشه و معمولاً یک تیپینگ پوینتی هست رو سکیل و نمیتونم عددی بذارم روش، برای اینکه مجموعه ای از فاکتورهای مختلف از جمله پیچیدگی خود محصوله، میزان مشتریتون توی بازار، سایز کلی شرکت، اینا همش دست به دست هم میده و یه جایی میرسه که میگه من اپلیکیشن لایف سایکل منیجمنت لازم دارم. و فیچرهای مختلفی هم هست توی این ALM، مثلا requirements management خودش یه بحثه که به اصطلاح requirement ها تو capture کنی، trace بکنی به تست و این صحبت. تست management باز خودش یه بحثه، risk management، complaint handling، اینا همش ماجولای مختلفه. خلاصه بخوام بگم من تا حالا شاید مثلا با 7 8 تا تول مختلف کار کردم، تول خوب وجود نداره، همشون یه مشکلی دارن، هر تول یک strength و
یه ویکنسی داره، مثلا برای ریکوایرمنت منیجمنت ما الان جاما استفاده میکنیم، تول بسیار خوبیه، ولی خب مثلا برای ریسک منیجمنت خیلی بده. برای تست منیجمنت تولایی هست که خیلی بهتره، مشخصا برای ترک کردن باگ و دیفکت هیچی مثل جیرا نمیشه. خیلی از تولای مختلف فیچر باگ ترکینگ دارن ولی هیچ کدومشون به قدرت جیرا نیستن. ولی هیچ تولی نیست که به تنهایی چیز کنه و مشکل هزینه بر زیادیه توی شرکت‌های بزرگتر. از لحاظ اینکه یه چیز ولید شده بگیری یا نه، آخرش بسته به استفاده از یه تول مانیفکتورها موظفن یه ولیدیشن نشون بدن. این دیگه خیلی نگوشیبل نیست، با هر تولی که برین این کارو با این خواهیم که. حالا بعضی از این مانیفکتورهای سافر میگن که چون اومدن تارگت کردن مشخصا مدیکال دیوایس رو، میگن که ما یه میزان خوبی ولیدیشن مثلا داکیومنتیشن و اینا داریم که شما میتونین اینا رو لورج کنین. حالا دیگه فقط لازمه که اینستالیشن کوالیفیکیشن مثلا انجام بشه، حالا تا اینکه اون دوتا کار دیگه برای با فرض اینکه سکوپ استفاده شما دقیقا همون سکوپی باشه که اینا ولیدیت کردن. باز برای بحث دیگه که از خیلی از این تولا کانفیگرابله و مثلا برای اپلیکیشن مثلا برای کار خودتون میتونین هزار تا چیزش کانفیگر کنی و اگر اینجوری باشه اون موقع باید اون کانفیگریشن خاص ولیدیت کنی. تیپینگ پوینت برای من توی سوال من خیلی مهمه که اون کجا این سایز کمپانی و این قضیه چجوری میشه پیدا کرد این قضیه رو، یعنی اینکه کی ALM باید بگیرن. آره من تجربه شخصی میتونم بگم شرکت های کمتر از 100 نفر خیلی مشکلی نبوده، ولی تا میرسی به اون 100 نفر مشکل میشه. البته اگه دست من بود و اگر پولش باشه هر چه زودتر بهتر، برای اینکه یه فاوندیشنی رو، آخه این تولا فقط تولش هم نیست دیگه، اون پروسه استفاده از تول و اینکه مثلا کی قراره این تولو برای چی استفاده کنه، چه فیلدایی رو چه ولیوی بذاره، نفر بعدی چیکار کنه، کل اون داستان ترینینگ هم هست. اگه اینا رو زودتر بکنی ترینینگ و اینکه این پروسه رو ایمپلمنت کنی خیلی راحت تره. مثلا وقتی یه کمپانی 5000 نفره میشه این قضیه میشه یه قضیه چند ساله. مثلا من شرکتی بودم ابرز لایف ساینسز، اینا اومدن ALM شون رو عوض کنن، تازه اونم فقط داکیومنت منیجمنت بود، 3 سال طول کشید و یه تیم مثلا 100 نفره دیولپر، برای اینکه یوز کیس های مختلف کل کمپانی رو اینا باید ایمپلمنت میکردن و ساپورت میکردن. ولی این تجربه شخصی من میگم، به نظر من ماجیک نامبری وجود نداره، ولی تجربه شخصی من شرکت های مثلا کمتر از 100 نفر اوکی بودن، یعنی اوکی بودن که میتونستن کارشون رو انجام بدن، شرکت های بالاتر از اون دیگه غیر ممکن میشه بدون ALM. سلام علی و سافتور کانفیگریشن منیجمنت هم خواستم بدونم نظرتون. Software Configuration Management که اونم دقیقاً آخه مثل ALM، اونم دقیقاً هیچ سافتور خاصی که بگم مثلا مشخصاً، مثلا Software Configuration Management حتی بدتره به خاطر اینکه تعریف Configuration Management across کمپانی‌های مختلف فرق می‌کنه که مثلا منظورمون چی وقتی Configuration Management. راحت‌ترین کاری که من دیدم اینه که مثلا یه انوایرمنتی مثل روبی شما میتونی مثلا لیست تمام لایبرریات رو با ورژن نمبر شینا رو اکسپورت کنی اتوماتیکلی. اگه یه همچین انوایرمنتی استفاده کنی که تمام دیپندنسی ها و تمام کامپوننت های مختلف سافت رو بتونی ورژن شده بدی بیرون. گیت هم که خب خیلی پاورفول، گیت اینتگریشن های زیادی هم داره، گیت هم اپلیکیشن خوبیه، ولی همه اینا باز دوباره ولیدیشن رو میخواد. هر اسکریپت کاستمی که بخوای بنویسی برای کارت باید ولیدیت بشه. خود گیت مثلا، گیت که اوپن سورس البته خود بستگی داره که چه ورژن گیت داری استفاده می‌کنی، ولی باز دوباره یه میزانی ولیدیشن لازم خواهد بود برای اونم. هیچ گولد استانداردی راستش من برای کانفیگریشن منیجمنت ندیدم. مرسی، ممنون اشکان جان. خواهش می‌کنم. سیارم علی. خب دوستان دیگه چیزه مهتی دستش بالاست، مهتی برو. سلام اشکان جان، دو تا سوال من داشتم. یکی این که توی بحث سافتوری که شما هستین، بحث گراندفادرینگ هم مثلا حل اپلای میشه یا این که نه این فقط رو بحث اکچوال مدیکال دیوایس هست که داره اپلای میشه؟
و چون اگر باشه خب یه ذره اون سرعت در واقع اداپتیشن اپلیکیشن ها رو خب بالا میبره اگه بخواین از اون مسیر بخواین وارد بشین. منظورت از گرندفادرینگ چیه؟ ببین مثلا توی چون مثلا مدیکال دیوایس های مثلا فرض کن چه میدونم زانوه مثلا مصنوعی یا اینجور چیزا، مثلا وقتی یه شرکت یکی رو طراحی میکنه بعد میاد بعدن ریویژن میزنه و متریال رو عوض میکنه، عملا میره از گرندفادرینگ استفاده میکنه دیگه، کل اون پروسه FDA رو طی نمیکنه، فقط اون تغییر رو در واقع سابمیت میکنه. همینطوره، وقتی که یه محصول رگولیتدی تو بازار دارین و دارین تغییرش میدین، یک ورژن یه ذره لایت تر اون پروسه اپرووال هست که اونو اون مسیر سبکتر رو به اصطلاح میرین. حالا اصطلاحی که اینجا استفاده میکنن گرندفادرینگ نیست، در کل اینجا یه سری لیست دارن از حالا مثلا برای سافر مشخصا یه فلوچارت، برای خود یورپین یونین یا FDA باز اینا یه سری فلوچارت و اینا دارن که مثلا چه تغییراتی رو شما باید دوباره سابمیت کنین، چه تغییراتی رو نباید سابمیت بکنین، کاتگورایز کردن یه سری چیزایی که خیلی فانکشنال نیست یا به ریسک مربوط نمیشه، اینا مهم نیست. همون میزان تغییر رو و اینکه حالا باز برمیگردیم به اینکه کل اون پروسه ولیدیشن اینا رو باید بریم دیگه، مثلا تغییری که دادیم مثلا این امپکت رو ریکوایرمنت ها داشته، ریسک و اینجوری تغییر داده، تست اینجوری تغییر داده، دیسی ریگرشن تست باید بکنی، اینا کل اون پکیج جزء حساب میشه. اوکی بعد سوال دوم، حالا فقط برای اینکه بخوام بدونم این دستتون چجوری کار میکنه، چون توی بحث فارما خب ما با FDA و هلس کانادا و اینا خیلی سرکار داریم، معمولا روند اینجوریه که معمولا از هلس کانادا شروع میشه اپرووال، بعد میریم سراغ یوروپ، بعد میریم سراغ FDA، بعد میریم ژاپن، بعد میریم تایوان، آخرین مرحله چینه به خاطر اینکه دیگه افتضاح ترینشونه. میخوام بدونم توی بحث شما هم همینجوری در واقع روند اینجوری طی می‌کنید که مثلا از یه اپرووال میرین به سراغ بعدی اپرووال که مثلا خب راحت‌تر بشه مسیر، یا نه مثلا سعی می‌کنید یه بازار مشخصی رو تارگت کنین و همون رو در واقع براش اساس بگیرین؟ یه مقداری وریبیلیتی هست توی این. خب خود این سوالی که شما پرسیدین کار یه آدمیه که رگولاتوری رولش باشه و این بشینه با تیم صحبت کنه و بر اساس اون بهش میگن یه رگولاتوری استراتژی بنویسه. دلیلش هم اینه که توی سیستم مثلا آمریکا و کانادا لحاظ رگولیشن یه ذره استراکچرش متفاوته، به همین خاطر یه سری کاتگوری دیوایس ها تو آمریکا راحت تره که بیاری به بازار، یه سری کاتگوری دیوایس ها تو اروپا راحت تره که بیاری به بازار. حالا کانادا باز خوبه، تقریبا کانادا شبیه FDA، یه عده زیادی از این کشورهای کوچیک اصلا بهش میگن country of origin approval requirement، خودشون هیچ پروسه‌ای برای اپرووال ندارن، میگن باید country of origin approval داشته باشی. خلاصه بسته به یوز کیس اسپسیفیک، خب مثلا بازار آمریکا بازار بیشتریه، بزرگتریه، به خاطر اینکه خصوصیه، همه چی گرونه، مارجینا بالاست و خب جمعیت زیادتره، اقتصاد بزرگتریه، خب خودش یه فاکتوریه. مارکت اروپای زر پایین‌تره، مارکت ژاپن همیشه باز دوباره اون پروسه ژاپن همیشه جزو سخت‌تریناست، ولی مارجین بالاتری داره. اینا همش فاکتور میشه تو اون رگولاتوری استراتژی تون، به همین خاطر خیلی وان سایز فیتس آل نیست این پروسه. مرسی. خواهش میکنم. خیلی عمالی. اومن به ما ملحق شد. اومن جان خوش آمدی، خودتو معرفی کن، بگو کارت چیه. صدای ما رو داری اومن؟ اومن نداره. خیلی هم خوب. اوکی بقیه دوستان، سعید شما من یه سوال بپرسم. در مورد سیکیوریتی که گفتی یکم خوب، بخاطر این که این فاصله زمانی آپدیت ها زیاد میشه مشکل برای سیکیوریتی هست، من اینم این به چشم اومده بود که خیلی اوقات نرم افزارهایی که برای حالا
من توی اون صنعت کار نکردم، مشاهده صرفا دارم میگم. نرم افزاری که مثلا برای کار کردن با یه دستگاه گرون قیمت مدیکاله، خیلی خود مثلا حتی ممکنه یه ویندوز عقب باشه، یعنی رو ویندوز روز کار نکنه، و این برام خیلی عجیب بود. چرا مثلا، یعنی این خیلی بدی آپدیتش کنین، یه ذره تغییرات خیلی مثلا چیز نیست، چرا مثلا با 10 سال 5 سال اختلاف تکنولوژی داشته باشه؟ نه، مشکل خیلی بزرگه، مخصوصا تو دستگاه‌هایی که دیسکانکتدن، که خب اکثر دستگاه‌های الان تو بیمارستان‌ها دیسکانکتدن. حالا شروع کردن همه این مانیفکتچر دارن زور می‌زنن که کانکتدش بکنن، ولی هنوز یه میزان خوبی از دستگاه‌ها، مثلا یه دستگاهی تو آی سی یو که فشار خون و ضربان قلب و این چیزا رو اندازه می‌گیره، اینا اکثرا دستگاهایی هستن که به اینترنت و اینا وصل نیستن، هیچ پروسیجر آپدیت ریموتی هم ندارن. پروسیجر آپدیت کردن اینا تو فیلد همیشه این بود که یکی از این سیلز رپا که مشتریای خودشو باشون رابطه داشت، با یه دونه مموری کارت میرفت اینو میکردن تو آپدیت میکرد سافرشون، و هنوز همونه، خیلی از این دستگاه هنوز همونه، روی ویندوزهای خیلی قدیمی راه میشه، و اینا اونقدر قدیمیه که لیست والنربیلیتی هاشو آنلاین هر کسی بخواد میتونه نگاه کنه. مشکل دلیل این که اینجاییم، یکی اینه که گفتم تغییر دادن توی مدیکال دیوایس ها پروسه طولانی تریه و لحاظ بیزنسی برای خیلی از اینا مکسس نمی کنه تا مجبور نشن، که حالا FDA اینو فهمیده، چندین ساله دارن سعی میکنن پروسه سایبر سیکیوریتی رو انفورس کنن و کلن بیشتر تعریفش کردن و اینا. مثلا سال 2015 و اینا شروع کردن این گایدنس های پری مارکت پست مارکت سایبر سیکیوریتی رو دادن، و حالا هی داره بیشتر و استرینجنت تر میشه، ولی الان به جرات میتونم بگم آمریکا راحت موقعیتیه که هر کسی بخواد یه حمله با خسارت بالا بکنه، باید هلت کیر سیستم خیلی راحت میتونه تارگت کنه. مشکل دیگه‌ای هم که دارم، گفتم این اینداستری لو ریسک لو ریوارد، حقوقای توی این مدیکال دیوایس اینداستری قابل مقایسه با حقوقای توی مثلا فاینانشال اینداستری یا سافر اینداستری نیست، مخصوصا تو ردهای بالا. اتفاقی که میفته سکیوریتی پروفشنال اون کمه، آخرش سکیوریتی خوب برمیگرده به انجینیر خوب، این پروسه هم که دیفاین میکنن تا یه حدی مریت داره، ولی آخرش اون انجینیری که میفهمه سایبر سکیوریتی و میفهمه ریسک و میفهمه چجوری میتیگیت کنه تعدادشون کمه، و اونایی هم که هستن رقابت برای اینکه مدیکال دیوایس بتونه اینا رو جذب کنه خیلی براش سخته، به خاطر اینکه حقوقایی که میدن حقوقایی در اون حدی نیست. ممنون. خواهش میکنم. علیرضا سعید دیدم دستت بالاست، ولی علیرضا و سینا و سعید شماره دو و هومنم و محسن به خصوص محسن شماره دو، اونا هم یه چیز شما هم صحبت بکنید، و یا نه دوباره باید بدیم به سعید شماره یک. اوکی، مثل که همه سکوت کردن. اوکی سعید، کار خودت دیگه باید بدید. سهمیه من سهمیه هم میدم به سعید شماره دو، از طرف من سوال بپرس. سعید شماره یک البته نایبل پرسش میشی. البته سعید اگه نمیخوای سوال بپرسی ها کاملا اوکی، راحت باش. آره، من سوال دیگه هم میخواستم راجع به پراجکت منیجمنت متدایی که دوباره بست پرکتیسه، راجع به استفاده از حالا متد اجایل و حالا واترفال و اینا و تجربه شما با این دوتا، و اینکه دوباره کجا کدوم رو انتخاب کردیم و حالا انتخاب شخصیتون چیه، هم خواستم یه ذره تجرباتون رو بگیم. اجایل کلمه ای که همه دوست دارن استفاده کنن، خیلی کم آدم ها میفهمن یعنی چی، و این یه مشکلی که قشنگ تو اینداستری میبینی، برای اینکه بگن اجایل مخصوصا منیجرها خیلی مثلا میگن ما میخوایم اجایل باشیم، ولی نمیدونن یعنی چی. معمولا وقتی میگن اجایل دارن به سکرام متدولوژی ریفر میکنن، که ما میخوایم اسپرینت دو هفته‌ای داشته باشیم ریلیز کنیم. توی مدیکال دیوایس ریلیز کردن سافتویر یه اوورهدی داره، و اوورهد از محصولای کانزومر اینا بیشتره. اینکه فریکونسی ریلیز ها بره بالا، اون اوورهد رو هی میبره بالاتر. این مشکل شما توی سافتویر نامدیکال دیوایس نداره.
به همین خاطر یه بالانسی باید به وجود بیاری بین اینکه چقدر چند وقت یه بار ریلیس میکنی با یه فاکتور دیگه که فاکتور اینه که گفتم ریسک منیجمنت و اینا وجود داره تو مدیکال دیوایس و همه اونا رو باید به میزان کافی انجام بدی و اسپرینت دو هفته بعضی وقتا کمه برای اینکه تو یه فیچر جدید دیزاین کنی یا ریسکش رو اسس کنی، اون آوتپوت های اون ریسک منیجمنت رو تازه بگیری بری اگه لازمه فیچر جدیدی بذاری، اگه لازمه دیزاین تو تغییر بدی اون کارو بکنی. معمولا توی اون بازه دو هفته سه هفته یا یه ماهه نمی گنجه. و ولی خب یه خوبی که داره اینه که هر چی زودتر بتونی بری مارکت زودتر میتونی کاستمر فیدبک بگیری. این قضیه هم از لحاظ مدیکال دیوایس و غیر مدیکال دیوایس فرق نداره. تجربه‌ای که من داشتم، اگر محصولی که دارین میبرین یک محصول پیچیده‌ایه و کامپلیکیتد هم از لحاظ دیزاین و اینا، مثلا مووینگ پارت ها اینا زیاد داره، هم پرابلمی که دارین سالو میکنین پرابلم پیچیده‌ایه و اسکوپش زیاده، و یکی دیگه این که با تقریب خوبی اسکوپش رو میدونین. مثلا خیلی کیس ها هست که یه محصول مشابه وجود داره، شما دارین یکیش رو شبیهش رو میشتازین یه ذره بهتر. توی اون کیس ها به نظر من اکچولی واترفال بهتر از اسکرامه، برای اینکه یه میزان خوبی وقت میذاری، ریکوایرمنت ها رو از قبل مینویسی، دیفاین میکنین، یه میزان خوبی همون اول تمام آنالیزا رو میکنین، برای اینکه اگه این کار رو نکنین هزینه باگی که پیدا میکنین بعدن دسته تو وریفیکیشن ولیدیشن خیلی بیشتره. اگه اون دوتا کرایتریا رو محصولتون میت نکنه، مثلا یه محصول ساده ای باشه یا اینکه یوز کیس جدیدی باشه و شما ترجیح بدید، یعنی اون ولیو فیدبک گرفتن از بیرون خیلی بیشتر از این باشه تا اینکه ریکوایرمنت ها رو خیلی روش وقت گذاشتن، برای اینکه فور د موست پارت این مارکت ناشناخته ایه، محصول شبیه مال من نیست، من تازه دارم فیگر اوتش میکنم، احتمال پیوت کردنم خیلی زیاده. اگه توی این شرایطین خب اسکرام بهتره. اون فاکتور ریسک هم که گفتم هست، البته اون intended use شما اگر ریسکش بالاتر باشه پروسه اپروالتون هم خیلی بیشتره، به همین خاطر شما اصلا نمیتونید مثلا یه محصولی مثل گفتم مثلا لایف سپورت ماشین که اینا کلاس 3ه و یه اصلا پروسه خیلی عجیب اپروال داره، شما نمیتونید ریلیس کنین هر هفته، نمیشه اصلا، برای اینکه هر ریلیسی رو میخواین سابمیت کنین FDA 6 ماه تا 1 سال طول میکشه. اون که دیگه اصلا براتون معلومه دیگه باید چیکار کنم، دیگه واترفال فور شور اونو نمیتونین اسکرامش کنین. ولی اگر محصولی دارین مثلا اون چیزایی که من گفتم توی انفورسمنت دیسکرشن میفته، توی ریسک کمتر میفته، اون موقع تازه اسکرام آپشنیه که باز اون آپشن رو باید ایوالیویت کنین. گفتم یه بالانسیه بین اون ریلیس اوورهد و اون بنفیتی که میگیرین از یوزر فیدبک توی مارکت. خیلی ممنون، مرسی. من یه فالوآپ کوشن دارم ولی ساب میکنم که حالا بقیه هم صحبت کنم. بسیار عالی. تیک اوی‌مون رو بگو فعلا، بعد بریم فالوآپ کوشن سعید رو. تیک اوی این که medical devices isn't for the faint of heart. Easy money نیست. It's a lot of work ولی it definitely is worth it. برای اینکه it's for a very good cause. درمالی. اینو میتونی برای ما به صورت نوشتاری به انگلیسی بفرستی برای من؟ صد درصد. حالا سعید سوالتو سریع بپرس. خولم کردی یادم رفت. ببخشید یه یادآوری میکنم، اشکان سوال قبلم آخرین چیزی که جواب دادی چی بود؟ در راسته اینکه اجایل باشی سکرام باشی یا واترفال بود؟ آره. آها یادم اومد. ببین میخواستم بگم که توی محیطایی مثلا مثل محیط استارتاپ کمپانی ها، من بعضی وقتا به این فکر میکنم که تو کاستومرت دیگه انگار که مثلا کاستومر تیم سافتور احساس میکنم خود کمپانیه، انقدر که تونتون همه آیدیا هی پیوت میکنه و هی همش میخوان مثلا رقابت بکنن با کمپانی های دیگه، فیچرهای جدید داشته باشن. بعد این قضیه اصلا با مدیکال دیوایس اینا هم نمیخونه و تو تا یه جایی این اتفاقه هی میفته،
و دلیل این که من خیلی هی به اجایل فکر میکنم سر اینه که خب این پیوت ها خیلی زیاده تعدادشون. میخواستم ببینم اصلا یه همچین چیزی هست، یعنی یا اینکه نه یه جایی تو باید صفت محکم وایسی بگی اگه از اینجا دیگه مثلا ریکوایرمنت ها در نیاد دیگه مثلا نمیشه یه محصول به یه همچین تایمینگی نمیرسه. آره خب این همینجاست که گفتم همه میگن عجال هیچی نمیدونه عجال یعنی چی. ملت فکر میکنن عجال یعنی اینکه من هر وقت هر کاری میخوام بکنم زودی این تغییر میره بیرون. این ابسولوت لازم میدن. شما به هر حال یک سری دیپندنسی هایی توی دیولپمنت پروسست خواهی داشت، چه عجال باشی چه نباشی. یکی از اون دیپندنسی ها سکوپ با دیولپمنت پروسس، با افرت تستینگ، اینا به این صورت باید بیاد. اول باید ریکوایرمنتت بیاد، بعد دیولپمنت بیاد، بعد تستینگ بیاد. حالا سکوپشو میتونی باش بازی کنی و بگی مثلا در حد یه سکرامه، یا میتونی بگی نه در حد یه پروسه دو سال است، ولی آخرش این دیپندنسی اونجا خواهد بود. یه عده‌ای فکر میکنن تا بگن اجایل من میتونم امروز بس بگم ریکوایرمنت فردا تست بشه. That's just not reality. و حتی توی اجایل هم شما باید یه ددلاینی دیفاین کنی و بگی مثلا دو سپرینت قبل ریکوایرمنت های من باید نوشته شده باشه، هر ریکوایرمنتی که بعدش بیاد نمیشه. یعنی اون ریسپانس تایم یا ترن اراوند تایم، این که یه اینپوتی من بگیرم تو ریکوایرمنت تا اینکه شما اونو توی پروداکشن ایمپلیمنتد ببینی، این یه حداقل مینیمومی به هر حال باید داشته باشه تو هر سافت‌ور دیولپمنت لایف سایکلی. این رو حالا فاکتورهای مختلف و جزئیاتی زیاده اینکه چجوری اونو ددلاین ست میکنی، ولی اینو حتما بعد با تیم به یه توافقی برسین و بگین دیگه من از اینجا به بعد رفت ریلیس بعدی. من اینجا میتونم بگم جانا سخن از زبان ما میگی. خیلی ممنون، مرسی عشقان جان. خواهش میکنم. سیارم عالی، ممنون عشقان جان، ممنون از همه که اومدید. خصوص من از عشقان تشکر میکنم که خیلی آخرین لحظه به دعوت ما لبه گفت و اومد، از این همه راه از سیلیکون ولی کوبید اومد تو ونکوور. آره دیگه. ممنون از همه شما هم که اومدید، به خصوص دوستانی که بار اولشون بود اومدن. هفته دیگه کیه محسن؟ هفته دیگه سهیل. سهیل چی؟ نه بخشی منو باید تقویم باز کنم. باز کنم تقویم من. هفته دیگه سهیل حاجی محمدی. بسیار عالی. اوکی دوستان، هفته دیگه چهارشنبه میبینیمتون دیگه. شب خوبی داشته باشید. ممنون از همه. ممنون. مرسی. خیلی ممنون. شبتون بخیر.